بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر حضرت سید و شهدا و درود بر شما بینندگان عزیز اخبار شیعیان جهان را به سم و نظرتان خواهیم رسند ابتدا اهم منابین خبر برگزاری کنفرانس بین المللی درباره شخصیت پیامبر اسلام در هند ابراز تمایل عربستان به آتش برس با یمن و فعالیت مؤسسه خیریه حسین کیست در جزیره موریس به این بخش خبری خوش آمدید. کنفرانس بین المللی سیره و شیوه زندگی پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله علی در هند با حضور شخصیت اسلامی شیعه و سنی برگزار شد. به گزارش شیعه اخبار شیعیان جهان در این کنفرانس بین المللی موضوعات مختلفی در مورد شیوه مقابله با اندیشه تکفیری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. قابل ذکر است پروفسور اختر واسه اندیشمند سرشناس جهان اسلام که از سخنرانان در این کنفرانس بین المللی بود در سخنرانی خود به فرهنگ اسلامی اشاره کرد و گفت فرهنگ اسلام حول علم، ادب و همسانی میان تمامی اخشار جامعه تاکید می کند و از افراد و تندروی بدور است. در ادامه این کنفرانس شیخ محمد علی دیگر شخصیت حاضر در این کنفرانس بین المللی طی اظهاراتی به سیاست‌های های غیر انسانی کشورهای غربی اشاره‌ای داشت و تأکید نمود اهانت به پیامبر اسلام صلی الله علیه و علی دور از شأن دموکراسی غربی است وی ادامه داد کشورهای اروپایی ظاهرا مدعی دموکراسی هستند اما در شیوه رفتار سیاسی آنها خلاف دموکراسی است این کشورها اهانت به پیامبر اسلام و مسلمانان را عادی جلوه داده و تمامی قوانین اساسی و انسانی حقوق بشر را نادیده گرفتند. نخست وزیر مالزی خواستار مداخله فوری جامعه جهانی در موضوع مسلمانان چین شد. به گزارش شیعه ویوز اخبار شیعیان جهان دولت مالزی در یک موضع گیری رسمی خواستار مداخله فوری جامعه جهانی در موضوع حل بحران مسلمانان در چین شد در همین راستا محیدین یاسی نخست وزیر مالزی در نشست کشورهای جنوب شرق آسیا تاکید کرد که باید جامعه جهانی هرچه سریعتر به این جنایات واکنش نشان دهند و این مورد را محکوم کنند نخست وزیر مالزی همچنین تاکید کرد که بحران مسلمانان چین کمتر از مسلمانان میانمار نیست محیدین یاسین در ادامه اظهارات خود گفت وضع مالزی همکنون برای پناه دادن به مسلمانان مناسب نیست لذا از دیگر کشورهای مسلمان و غیر مسلمان در جهان درخواست می کنیم به مسلمانان چین پناه دهند دادگاهی در سوئد حکم ممنوعیت حجاب را لغو کرد. به گزارش شویوز به نقل از آناتولی، دادگاه اداری مالمو در جنوب سوئد طی بیانیه‌ای اعلام کرد که حکم شورای شهر اسکورپ مبنی بر ممنوعیت حجاب در مدارس لغو شده است. این دادگاه تاکید کرد که حکم مذکور با قانون اساسی سوئد در رابطه با آزادی ادیان در تعارض است. نماینده دادگستری سوئد نیز در بیانیه‌ای خواستار لغو این ممنوعیت به دلیل مغایرت با قانون اساسی این کشور شد در دسامبر سال 2019 میلادی شهرداری اسکوروپ ممنوعیت استفاده از روسری در مدارس را برای دانش آموزان زیر 13 سال اعمال کرد در واکنش به این تصمیم ماتیاس لیدهولم مدیر یکی از مدارس اسکروپ در سخنانی اعلام کرد که این قانون را به رسمیت نمیشناسد و در مدرسه خود به اجرا در نخواهد آورد به دنبال مخالفت لیدهولم با تصمیم شورای شهر وی در فوریه گذشته در شبکه های اجتماعی پیام های تهدید به قتل و واکنش های تهدیدآمیز دریافت کرده بود عربستان برای آتش بحث با نیروهای یمنی ابراز تمایل کرده است. به گزارش شیه ویوز روی ترز منو به نقل از رویترز منابع آگاهی به این خبرگزاری گفتند که عربستان سعودی در مذاکراتی با نیروهای یمنی برای ایجاد منطقه حائل با این کشور در برابر آتش بحث تلاش می کند. بر اساس گزارش رویترز عربستان در مذاکراتی در سطحی بالا به اطلاع نیروها رسانده است که پیشنهاد سازمان ملل برای آتش بس در یمن را به شرط امضا می کند که نیروهای یمنی با ایجاد منطقه حائل در طول مرزهای عربستان و یمن موافقت کنند به گفته این منابع در صورتی که چنین توافقی به دست آید بزرگترین گشایش در تلاشهای انجام شده برای حل سیاسی بحران یمن از آغاز جنگ یمن در سال 2014 به واسطه ی حمله اطلاف سعودی به این کشور است. روی به نقل از دو منبع دیگر خود افزود، عربستان سعودی و یمن در ادامه مذاکرات مجازی با یکدیگر در مقطع اخیر سطح نمایندگی خود در مذاکرات را بالا بردند. به گفته یانها ریاض از نیروهای یمنی زمانتهای امنیتی بیشتری از جمله ایجاد منطقه حائل در مرز با شمال یمن را تا زمان تشکیل دولت انتقالی در یمن با حمایت سازمان ملل درخواست کرده است بر اساس این گزارش و همچنین عربستان از نیروهای یمن می خواهد برای جلوگیری از حملات و آتش توبخانه های آنها مسافتی را در طول مرز با عربستان ترک کنند و در مقابل عربستان محاصره هوایی و دریایی را در چارچوب پیشنهاد ویژه سازمان ملل برای توقف درگیری کاهش خواهد داد که این امر شامل پایان دادن به حملات در مرز هاست. بر اساس اعلام خبرگزاری رویترز سه منبع آگاه همچنین گفتند که اگر ترامپ پیش از ترک کاخ سفید تهدیداتش علیه نیروهای مردمی یمن را اجرایی کند و این جنبش را در فهرست نهادهای تروریستی قرار دهد آنها به این موضوع تمایلی نشان نخواهند داد مؤسسه خیریه حسین کیست در اقدامی بشر در جزیره موریس اقدام به توزیع سبد غذایی بین نیازمندان کرده است. به گزارش شیویوز اخبار شیعیان جهان این مؤسسه خیریه در وبسایت رسمی خود با انتشار مطلبی اعلام کرد که تاکنون توانسته است به 300 خانوار نیازمند کمک رسانی کند. این سبد غذایی شامل آزوغه و لوازم بهداشتی است. قابل ذکر است مؤسسه خیریه حسین کیست در راستای اقدامات بشردوستانه دوستانه اقدام به یاری تمامی نیازمندان داشته است لازم به یادآوری است این مؤسسه بشردوستانه دوستانه در سال 2012 میلادی در شهر لندن پایتخت انگلستان تأسیس شد و فعالیت های این مؤسسه تنها در زمینه فعالیت های بشر دوستانه و کمک به نیازمندان خلاصه می شود. گفتنی است نام این مؤسسه باعث شده بسیاری از افراد به دنبال نام امام حسین باشند و بگویند چه چیزی باعث شده نام فردی که چهارده قرن پیش زندگی می کرده تا به امروز باقی مانده و برافراشته شده است در پایان لازم به ذکر است که این مؤسسه در نوت شهر در جهان فعالیت فرهنگی و بشر دوستانه دارد از اینکه با ما همراه بودید سپاس گذاریم اللهم اجل ولی کل یا علی خدا نگهدار